امروز بحث ما درباره کتابی هست با عنوان گفتگو با مسعود سعد سلمان. آقای مشتبه عبدالله نژاد تألیف کردن، انتشارات هرمس چاپ کرده. اولین کتاب از تاریخ شفاهی ادبیات قدیم ایران هست. نام مسعود سلمان رو خب همه شنیدید. من قبل از این که بخوام بحثی درباره کتاب بکنم، یه سوال میکنم دوستانی که این سوال رو مثبت، یعنی پاسخش مثبت هست، دستشون رو بلند کنن. توی این سالهای گذشته کدوم یکی از دوستان کتابی یا شعری از مسعود سلمان خوندن و شعرش در ذهنشون هست، یا اصلا کتابی راجع به مسعود سلمان خوندن؟ مطالعهشون توی این سالها چقدر راجع به مسعود سلمان بود؟ اونایی که خوندن دستشون رو بلند کنن. خب پس معلومه که خب از شاعران نیست که خیلی خونده نشده، طبیعی هم هست. حالا بعد نگاه کنیم ببینیم که در دانشکده های ادبیات چجوره. اتفاقا چند روز پیش من از چند تا شاعرم سوال کردم، گفتن در 15 سال گفتم خیلی مسعود سعد سلمان نخوندم. خب این برای خود بحثمون راجع به کتاب جالب هست. مسعود سعد سلمان در 438 قمری در لاهور به دنیا اومد و در 515 در غزنه وفات یافت. هم پدرش و هم خودش از کارگزاران بلندپایه و از بزرگان دربار غزنه بودند. در جوانی مسعود سعد به توصیه پدرش به غزنه میره و در دربار ابراهیم غزنوی که از پادشاهان غزنوی بوده اونجا مشغول میشه و از ملازمان و امیران درگاه شاهزاده سیف الدوله است. اونایی که تاریخ خوندن خب با نام سیف الدوله و حکمرانیش آشنایی دارن که محمود پسر ابراهیم بوده، سیف الدوله. بعد در درگیری ها و مباحثی که بین درگاه دربار غزنوی هست، مسعود سعد در سال 487 به زندان میفته و اول در جایی به نام دهک و بعد قلعه سو که اینها رو در شعرهاش هم میبینی، اونجا میبرنش. 7 سال رو در این دوتا زندان میگذرونه، دوباره بیرون میاد. بعد همین ماجراهای دربار غزنوی ادامه داره به شکلهای مختلف. گاهی مسعود سعد محبوب، گاهی مغضوب، یعنی زندگیش به همین شکل میگذره. دوباره میاد، بعد از مدتی میره زندان نای که اتفاقا آقای دکتر شمیسا کتابی که راجع به مسعود سعد دارن همین زندان نای هست. 3 سال رو در این زندان سپری میکنه. بعدش در نوعی زندانی میشه که از دژهای مشهور بوده و خلاصه تا سال 500 نزدیک به 20 سال از زندگی مسعود سعد سلمان در زندان میگذره. از سال 500 که از زندان بیاد میرون تا پایان زندگیش، کتابدار مسعود سوم و جانشینانش مثل شیرزاد، ارسلان شاه و بهرام شاه در غزنه بوده و مدح اینها هم در دیوانش هست. هم در دیوان شما مدح فراوان می‌بینین، هم انتقاد، شکوه، ناله و گلایه، یعنی مجموعه این موارد دیده میشه. شکوه و ناله از روزگار، از آدمیان، از اوضاعی که در زندان بوده. مسعود سعد در روزگار خودش شاعر بلندپایه و با پرآوازه‌ای بوده، یعنی طوری که شاعران هم روزگارش مثل سنایی، مثل ابوالفرج رومی، مثل راشدی غزنوی، عثمان مختاری که اینها همه اشاره‌ای به کارهای مسعود سعد دارن، امیر معزی، خاقانی، کمال بخارایی و محمد خطیبی که یکی از کسایی است که نامش زیاد با مسعود سعد سلمان پیوند خورده. خیلی این شاعران مسعود سعد رو بزرگ میشمردن، یعنی در روزگار خودش خیلی پایه و جایگاه بلندی داشته. مکتب شعریش هم در اون روزگار سلجوقی رو یک جوری بین سبک خراسانی و سبک عراقی حساب کردن، یعنی نه اون شیوه های سبک خراسانی که بیشتر عنصری و کسایی که بودن که مهد داشته و
بعضی از پژوهشگرا، خود دکتر زرین‌کوب هم اشاره میکنه، بین مکتب خراسانی و عراقی شعرش رو میدونن. یعنی یک جور میان حماسه و غنا، میان اون سبک خراسانی که حماسه است و عراقی غنا، بین این دو سبک شمردن کارشو. از خصایص برجسته تصاویری که در شعر مسعود سعد هست، گاهی یک رنگ فلسفی داره، گاهی رنگ علمی داره، مخصوصا حوزه نجوم در شعراش خیلی موارد نجومی میبینیم هست و نشون میده این مجموع شعراش که در روزگار خودش هم آگاهی های خوبی از دانش های روزگار داشته. بیشترین چیزش که سوزناک هست مرثیه هاش هست در میان شعرهاش، و اون مرثیه های مسعود سعد چون زندگی داشته که در زندان هم پسرش فوت میکنه هم پدرش، و روزگار چیزی که داشته و خیلی سختی، و ما در ادبیات فارسی حبسیه و شهرآشوب رو بزرگترین شاعر ما در این نوع مسعود سعد سلمان میدونیم دیگه. وقتی میگیم حبسیات از مسعود سعد شروع میشه و اونه که این نوع شعر فارسی رو، این نوع شعر رو وارد شعر فارسی کرد. دیوانش نزدیک به 17,000 بیت شعر داره که بیشترش خب قطعات و رباعیات و شهرآشوب و تعداد خیلی کمی غزل هم داره. کتابی که آقای عبدالله نژاد فراهم کردن یک گفتگو با مسعود سعد سلمان شروع میکنه. خب آقای مسعود سعد سلمان، کجا به دنیا اومدی؟ چی کاری کردی؟ روزگار چه کسایی بودن؟ یکی که مسعود سعد سلمان پاسخ میده و منابعی که آقای عبدالله نژاد دیدن تاریخی و ادبی، حتی گاهی هم آقای عبدالله نژاد هم آقای مسعود سعد سلمان اشتباهاتی که در تواریخ اومده در کتابها راجع به زندگیشون تصحیح میکنن که مثلا فلان کتاب اگه اوفی نقل کرده یا فلان کس، اینجوری نیست، مثلا درستش به این شکل. یک نوع تصحیحی که نقدی که بر منابعی که در زندگی مسعود سعد سلمان هست اشاره میکنه. کتاب اگه بخوایم تقسیم کنیم نزدیک 140 صفحه است. 90 صفحهش بحث تاریخیه، یعنی به زندگی و دوره‌ای که مسعود سعد سلمان میگذره اشاره میکنه. 50 صفحهش وارد شعرش میشه که شعرش چه نوع بوده، مثلا راجب عنصری خیلی در اون دوره نقش داشته و زیبایی شناسی شعریش و موارد بحثای شعریش میشه. و خب برای خیلی روان، خیلی راحت وقتی شما کتاب رو دست بگیرین تا آخر میتونین در یک نوبت این رو بخونین و آگاهی های خوبی راجع به مسعود سعد سلمان پیدا کنین. چون ما کارهایی هم که تالا شده خیلی فراوان نیست، از دیوانش که رشید یاسمی اولین تصحیح داشته، بعد آقای دکتر نوریان یک سال 65 یک تصحیح داشتن و دیوان مسعود سعد و سلمان رو، و بعد آقای محمد مهیار نوشتن، و چند تام ما گزیده شعر به خاطر بیشتر درسی از مسعود سعد سلمان فراهم شده، و چندین مقاله هم کسانی مانند دکتر یوسفی و دکتر زرین‌کوب و دیگران نوشتن. بنابراین این کتاب برای آشنایی کسانی که میخوان با زندگی مسعود سلمان، با شعراش، حتی یه بخشی دوره غزنوی و سلجوقی رو هم علاوه تاریخی به شما خوب معرفی میکنه. ما تشکر میکنیم از آقای عبدالله نژاد به خاطر این کتاب خوبی که فراهم کردن. البته برای شاعرای دیگه هم این کتاب رو فراهم کردن که خودشون توضیح خواهند داد. و با این سوال میخوام آقای عبدالله نژاد شروع کنن که چرا اولین کتاب با مسعود سعد سلمان از تاریخ شفاهی ادبیات. بفرمایید. قبل از این که به سوال آقای محمد خانی جواب بدم که چرا این مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات قدیم ایران رو با مسعود سعد سلمان شروع کردم، یه چند کلمه توضیح بدم که اصلا این مجموعه چطوری شکل گرفت و فکر اولش از کجا اومد. خب بنده چند سال پیش، شاید از 6-7 سال پیش، دنبال این بودم که در باب شعر و زندگی شاعران بزرگ
ادبیات قدیم ایران که در فرهنگ ایرانی تأثیر گذار بودند و احیاناً سبک زندگی فردی و اجتماعی ما تحت تأثیر اونها شکل گرفته، با تفصیلی بیشتر از اون چیزی که در کتاب‌های تاریخ ادبیات اومده چیزی بنویسم. علت این که عرض میکنم که با تفصیل بیشتری دوست داشتم که این موضوع رو دنبال کنم اینه که به نظرم زندگی شاعرها و نویسنده هایی که در گذشته بودن خب زندگی شاعرهایی که در گذشته بودن مثل زندگی همه ما پر از پیچیدگی هایی بوده، پر از جزئیات زیادی هست، پر از مسائل خیلی ریز و کوچولویی هست که معتقدم اینها در شکل گیری نگاه اونا، فکر اونا، شعر اونا تأثیر داشته. خب اینجور چیزا معمولا تو تاریخ ادبیات نمیاد. تاریخ ادبیات به کلیات بسنده میکنه و اگر احیانا در باب محیط زندگی شاعرها توضیحی میده، محدود هست به این که کی و کجا به دنیا اومدن، در چه عصری زندگی میکردن، از چه افرادی تأثیر پذیرفتن و این مسائل. در حالی که من وقتی که داشتم یادداشت برمی‌داشتم که این مجموعه رو تهیه کنم که هنوز البته به این صورت در نیومده بود، اون موقع دیدم که خب اینها هم یه کسایی بودن مثل خود ما، خانواده داشتن، زندگی داشتن، دوستانی داشتن، مسائلی داشتن تو زندگیشون که اینها معمولا در جایی کسی بهشون اشاره نمی کنه، ولی همین تغییرات کوچیک در فکر اونها و در زندگی اونها تأثیر داشته، شعر اونها رو شکل داده و فکر کردم که کاش یه راهی پیدا بشه که من بتونم تمام مسائلی رو که درباره اینا وجود داره یه جوری بیان کنم. این تقریبا مصادف شد همون روزها با روزهایی که اولین مجلدات پروژه تاریخ شفاهی ایران که مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد و آقای لاجوردی درمی آوردن تو ایران منتشر شده بود و من اینا رو که میخوندم، یعنی کارهایی که آقای لاجوردی تهیه کردن، گفتگوهایی که مثلا با محمد علی مجتهدی رئیس دبیرستان البرز شده یا عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه بودجه، با خودم فکر میکردم که کاش در گذشته هم اینجور چیزی وجود داشت، یعنی یک کسانی بودن که میمدن گفتگو میکردن و به همین شکلی که اینجا گفتگو شده با کسانی که تاریخ ساز بودن یا علی‌الاقل در حوزه ادبیات فارسی نقش موثری داشتن با اینها گفتگو صورت میگرفت. خب این گفتگوها نبود و من به فکرم رسید که خودم اینها رو از دل تاریخ در بیارم و خودم باشون گفتگو کنم، مثلا خودم حرف بزنم، اون کاری که بایستی در واقع در گذشته اتفاق می افتاد خودم انجام بدم. این که چرا مسعود سعد رو انتخاب کردم در درجه اول، خب یه علتش اینه که من از دو تا علت داره، در واقع یه علت شخصی داره یه علت غیر شخصی هم داره. علت شخصیش اینه که خب من از سالها پیش در باره مسعود سعد اطلاعاتی جمع کرده بودم، یادداشت برداشته بودم و خودم هم گرچه دقیقا نمیدونستم اون موقع که هنوز قراره چه کاری انجام بدم، یعنی به این صورت در بیاد، حتی گاهی بخونم فکر میکردم که شاید رمان تاریخی باشه ولی یا به شکل دیگه ای باشه، ولی دوست داشتم تمام مسائل رو در بر بگیره. در باره مسعود سعد اطلاعات بیشتری جمع کرده بودم، تمام جوانب شعر و زندگی اون رو خودم بررسی کرده بودم و خود من شخصا اون موقعی که این کار رو شروع کردم آشنایی بیشتری داشتم. البته فقط این نبود، یه علت غیر شخصی هم داره که به نظرم اون بازم خیلی مهم بود، اینه که زندگی مسعود سعد بیشتر از زندگی های بقیه یکی این که حالت نمایشی و دراماتیک داشت، یعنی اصلا برای اجرای این کاری که من انجام دادم به اصطلاح این قابلیت رو داشت، به خاطر اینکه خود زندگی این مصائبی که تحمل کرده و اصلا اینکه پرداخته به مسائل شخصی خودش در زندگیش پرداخته، اینها مجموعاً باعث میشد که این قابلیت رو داشته باشه که این قالبی که من انتخاب کردم بشه توش باش حرف زد. خب مسعود سعد فکر کنم بیشتر از هر شاعر دیگه‌ای لااقل در دوره خودش و تا سالها بعد بلکه
در شعر خودش به مسائل شخصی زندگی خودش پرداخته، از احوال شخصی خودش سخن گفته، چیزی که قبل از مسعود سعد لااقل خیلی وجود نداشت و خیلی کم وجود داشت. یعنی همینجوری که سنایی به اصطلاح مبدع زهدیات در شعر فارسی هست، خب تو کتابم یه جایی از قول خودش گفتم مسعود سعد مبدع ذکر احوال شخصی در شعر خودش هست، مکرر از زندگی خودش، از مسائل شخصی خودش، از مقدار قرضی که بالا آورده که چقدر بوده، با کی رابطه داشته، از هر چیزی که میتونسته توی اینها سخن گفته. خب یه علت چمین بوده که این سالها زندان بوده، با دربار رابطه ای نداشته و این کسی که شعر براش خب یه جور نفست المصدور بوده، بس و شکوا بوده، با این شعر زندگی میکرده، خودش همطور که بارها گفته اینه که چاره‌ای نداشته که وقتی میخواسته شعر بگه خب از مسائل شخصی زندگی خودش حرف بزنه، از دوران تاریخی خودش حرف بزنه، از افرادی که باشون رابطه داشته. اینها به نظر من این مسائل خیلی میتونه تاثیرگذار باشه برای این که ما در نهایت به یه درک کلی و شناخت دقیق تری از خود شعر برسیم. یعنی این مسائل جزئی، این چیزای خیلی کوچولو، این به نظرم همینا، همین چیزای خیلی کوچولو هست که در نهایت باعث میشه که شعر شاعر به سمتی بره و یه الگویی رو شکل بده. من بعدها بعد از این که شاید بارها و بارها خوب این شعر رو خوندم و با این همه حرف زدم، گفتگوهایی که من بتونم بگم این گفتگوها شاید اصلا در ذهن من وجود داشت اصلا از سالها قبل. یعنی من خودم وقتی که خوب این شعر رو میخوندم همینجوری برای خودم سوال پیش میومد که تو چطور این حرف رو زدی، این اصلا چطور ممکنه، و بعد انگار در جاهای دیگه از شعرش پیدا میکردم که این جواب منو میداد. یعنی این گفتگوها در واقع تو فکر خودم وجود داشت و من مدت‌ها گفتگو کرده بودم با این. بعد من فکر می‌کنم که این مسائل جزئی که این توی این گفتگوها کرده، اگر این جزئیات نبود، اگر این اطلاعات دقیقی که ما از زندگی شخصی این حالا به نحوی وارد این کردیم، یعنی از خیلی چیزای کوچولو سعی کردیم بفهمیم که آقا این مثلا چقدر قرض داشته، این با کی دوست بوده، دوستش کی بوده، کی فوت کرده، کی رفت زندان، به نظرم در نهایت با این شناخت دقیق از جزئیات احوال او هست که میتونیم یه درک و شناخت عمیق‌تری از خود شعرش برسیم. یه بخش، خب این کار دو بخش داره، من تقریبا این گفتگو رو در دو جلسه پیش بردم که جلسه اول عمدتاً بحث در باب همین مسائل مربوط به زندگی خودش و عصر او هست، و در بخش دوم یا در جلسه دومی که گفتگو شده خب به شعرش پرداختیم، به اینکه تو تاریخ ادبیات کجا واسطاده، چه کار کرده به عقیده خودش و به احیانا به انتقادات دیگه انتقادات که دیگران ازش کردن پاسخ گفته. به نظر من اگر اون بخش اول نبود، اگر اون که ما این همه وارد اون جزئیات شدیم پرداختیم، به ریز مسائل این پرداختیم نبود، اون درک و شناخت کلی که قرار بود ما در نهایت بهش برسیم و اونجا نمیتونستیم برسیم. من یه جایی از قول مسعود نقل میکنم، یا در واقع مسعود سعد خودش نقل میکنه که میگه من قبل از اینکه زندان قلعه سلاطین غزنوی باشم، زندانی تلقی خودم از نقش تقدیر بودم. از اینکه اصلا تقدیر تو زندگی بشر چه نقشی داره، این مسئله که به نظر من شاید مهمترین نکته این هست که درباره شعر مسعود میشه گفت، اینکه این یعنی همین برداشتی که این از تقدیر داشته. خب این که انسان رو یه موجود خیلی مفلوک و بیچاره میدونسته، یه آدمی که هیچ کاری نمیتونه بکنه، آدمی که در لابلای مناسبات پیچیده یه اجزای این هستی گیر افتاده و اصلا کاری ازش ساخته نیست. خب اینها رو به نظر من اگر اون همه این چیزای ریزی که ما بهش پرداختیم در قسمت اول، اگر اینها نبود، اگر این بحث‌های تاریخی و خیلی جزئی نبود، در نهایت نمیتونستیم به این یه الگوی واحدی از شعر این برسیم، یه به اصطلاح تلقی درستی از شعر این داشته باشیم. عرض کنم که من بنا نداشتم، حالا خیلی اینجا وقت شما رو هم نمیگیرم، صحبت نمی کنم آقای
جناب آقای شمس لنگیوتی آقای دکتر محبتی تشریف دارن. باز اگر بعدن دوستان سوالی داشتن چیزی بود در خدمتتون هستم. متشکرم. خیلی ممنون از آقای عبدالله نژاد. مسعود صد سلمان اولین کسی است که گزیده ای از شاهنامه را فراهم کرده، یعنی در تاریخ ما اختیارات شاهنامه اولیش کار مسعود صد سلمانه. آقای شمس لنگرودی خب هم شاعر نوپرداز خوب هستند امروز ما و هم تحقیقی در محقق هستند، کاری که راجب شعر نو تحلیلی کردن و کارهایی که راجب شاعران سبک هندی کردن، راجب این نوع کارها مثل گفت یعنی به این سبک کارها ما شاعران گذشته خودشون خودمون رو معرفی کنیم و نسل جدید بیشتر با اینا ارتباط برقرار کنن و راجب این کتاب نکاتی دارن که مطرح خواهند کرد و بعد استفاده میکنیم از بحث آقای دکتر محبتی. آقای شمس خیر. با سلام خدمت شما دوستان ارجمند، جناب آقای محمد خانی با سوال خوبی ورود کردن به مسئله. سوالشون این بوده که گفتن که این جمعی که اینجا هستن کی کتاب مسعود صد سلمان خوند و خوشبختانه دیدیمش که نخوند. چرا نخوند؟ چرا میگم خوشبختانه؟ برای اینکه من درسی خوندم ریاضیات بود و اقتصاد. ادبیات رو پیش پدرم خوندم. پدرم روحانی بود، مدرس ادبیات فارسی و عرب بود. محصل که بودم کتابخونه بزرگ پدرم داشت، هنوزم هست، میرفتم نگاه میکردم به کتاب ها، ورق میزدم، موی بدنم سیخ میشد. برای اینکه احساس میکردم مثلا مسعود صد سلمان که ورق میزدم احساس میکردم توی قرونی دفن شده که جز ارواح هیچ که دسترسی نداره بهش. نگاه میکردم هیچی نمیفهمیدم، نه فقط مسعود صد سلمان، مثلا از ناصر خسرو کلی بدم میومد. مثلا بعد دیگر شاعران هم همینجور، فقط یه ذره سعدی بدم نمی اومد و حافظ. اینا صحبت 14-15 سالگی من ها. بعد کتاب های درسی رو نگاه میکردم، ادبیات فارسی، اون چیزهایی که دیده بودم گفتم مریضم مگه برم اینا رو بخونم. رفتم ریاضی. بعد بر اساس دیگه دو تا اتفاق با شعرهای توللی و نادرپور آشنا شدم، از شعر خوشم اومد. اصلا اول نمیستم اونا شعره، دیدم اینا خوشم میاد. یه مقدار مطالب از لامارتین خونده بودم خوشم اومد. بعد اینا رو شروع کردم به خوندن و مخصوصا نادرپور رو که خیلی میخوندم شروع کردم به شعر گفتن. کلاس 9 بودم، یعنی 16 سالم بود این داستانی که دارم تعریف میکنم. شعرهایی که میگفتم میدادم پدرم تصحیح کنه بدم برای مجلات چاپ کنن. بعد تصحیح میکرد. ایشون یک روز به من گفت که تو اگه قراره که شعر نو هم بگی، خب لازمش اینه که ادبیات کهن هم بخونی ببینی که فلان کس چجوری بود شعرش. اون موقع یه ذره شروع کردم من پیش پدرم منطق میخوندم. گفت که باید بخونی. روم نشد بهش بگم. خوندم واسه چی نفهمیدم، برای اینکه شبیه ارواح اینا چی آخه. مثلا از بدن میومد، میکده و بتکده و اینا بود بدن میومد، اصلا نمیرستم موضوع چه ابرو و چشم و اینا خوشم نمیومد. روی نشد بهش بگم. همینجور رفتم دوباره یک روز خوب یادم یک کتاب کوچیکتر دیدم نازکتر بهتره، رفتم اونو برداشتم دیدم مال فیض کاشانیه. اونم هرچه خوندم هیچی نفهمیدم. بعد بالاخره بعد از مدتی به پدرم گفتم قضیه اینه که من خوشم نمیاد از این کتابا. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه اصلا به زندگی ما ربطی نداره. از هیچ چیزایی میگن هیچ ربطی ما نداره، ادبیاتش هیچ ربطی ما نداره. پدرم گفت خب باید بخونی تا آشنا بشی دیگه. قرار شد که از شاعران سبک هندی پدرم خوشش میومد با نظامی. قرار شد بنده نظامی رو از اول شروع کنم اشکالات بپرسم.
با اون آقا گفت اشکال شما چه، دست گذاشت رو کتاب. گفتم از اول نفهمیدم من. پدرم گفت میگه نمیشه. گفتم من نفهمیدم. برام شرح میداد، میدونم اصلا زبیه از زبان شبیه زبان فارسی نیست، واقعا هم نیست. برای همین که من الان خدمت شما بگم چقدرشون زحمت کشیدن آقای عبدالله نژاد و چقدر از این نظر قابل احترامن، برای همین من خدمت شما هستم. دیدم اصلا من نمیفهمم اینا چی میگه. نظامی رو اون قسمتی که من خونده بود به من گفته بود بخونم، خوندم و مجبور شد برای من هفتگی یکی دو جلسه هفته یکی دو جلسه کلاس بذاره که من از رو اولم بتونم بخونم. بعدا خب طبیعتا آرام آرام خوندم و بعدا که خیلی علاقمند شدم، بعدا داستان عوض شد. اصلا من به بعدنش کاری ندارم، اما میخوام بگم هیچ دلیلی نداره که شما مسعود سعد سلمان بخونین، مگر اینکه کسانی مثل آقای عبدالله نژاد بیان یک کتابهایی بنویسن که ما رو آشتی بدن با این فضا، ما ببینیم اصلا موضوع چی هست، آخرین کی بوده اینا. من خوب قبلا مسعود سعد رو خوندم، حفصیاتش هم خونده بودم، فقط هم از حفصیات خوشم میومد، از بقیه اشعارش خوش، جز بله دیگه اونم الان بخواستم مثال بزنم دیدم اونم جز حفصیاته، بخواستم میگیم جز فلان شعر دیدم اونم حفصیاته. خب از بقیه خوشم نمیومد. کتاب ایشونه که وقتی خوندم واقعا برام حیرت انگیز بود. حیرت انگیز به این دلیل که ما بیشتر توضیح خواهم داد، ما با یک موجود زندهی به اسم مسعود سعد سلمان مواجهیم، با یک انسان زنده. به قول ایشون گفت که شاعران قدیم از زندگی شخصی حرف نمی زدن و بد شمرده می شد، چنان که ایشون هم در این کتاب اشاره کردن. مسعود سعد سلمان می که من اون موقع گفت الان زمانو فرق کرده، به ایشون میگه مسعود سعد سلمان میگه که الان زمانو فرق کرده، در دوره که من شعر میگفتم حبسیاتو بد میدونستن، شعر عبارت از صناعات بوده و من فقط توجهم به صناعات بود، الان دوره عوض شده شما خوشتون میاد. خب اینا رو ما نمیدونستیم. و بعد مسعود سعد سلمان میگه من حتی حبسیات هم که مقاسم منتشر کنم از مردم عذرخواهی میکردم، میگفتم ببخشید حالا دو تا حبسیات هم داریم اینم بخونیم بد نیست. خب ایشون اومدن یک مقوله مرده و در واقع بی اعتنا بهش بود ورداشتن غبار زدایی کردن از طریق این روشی که در پیش گرفتن. قبلا در خارج چند تای کتاب اینجوری در اومده بود، من یکی دو تا با مثلا یک فنجان چای با چارلز دیکنز و با یکی دو سنفر دیگر رو خوندم. فرق اساسی این کتاب تا اونجایی که شاید من اشتباه کنم با اون کتاب ها این بوده که اونا یه ذره وارد فانتزی می شدن. اما این خیلی جالبه، یعنی من اول می خوندم فکر می کردم از خودشون میگم، بعد دیدم نوشته نه فلان شعر، خود فهمیدن اون شعر کلی کار داره که ایشون فهمیدن. بعد من نگاه کردم دیدم همه رو مستند می کنن. همش خیلی جالبه، مثلا در مورد فلان مطلب صحبت میکنن که آقای رشید یاسمی در مقدمه کتاب نوشته، اون میگه نه ایشون اشتباه کردن، اون آقایی که ایشون میگن اون نبوده فلان کس بوده، بعد ایشون سند میدن که بر اساس این. کتاب های زیادی رو برداشتن، خیلی دشواره، تذکره های مختلف و تناقضات و اون تذکره ها رو اینا رو همه رو در آوردم. من خودم این مدت تاریخ ادبیات کار کردم، من رو کلیم کاشانی و طالب آملی و اینا رو کار کردم. طالب خب چاپ شد، کلیم من میدونم چقدر سخته. این تذکره ها هر کدوم یه چیز میمیسن، بعدم دروغ هم میمیسن، تعارف هم میکنن. اگر رفیقش بوده میگفت او کلیم و سخن بوده است، اگر بد بود میگفت او گلیمی هم نبوده است مثلا. بعدم نمیدونه حالا گلیمی بوده کلیمی بوده. بعد میگه زاده همدان است، بعد یکی دیگه میگه اصلا همدان نبودم، به قولشون تو این کتاب نوشته، میگه من اصلا همدانی ندیدم. شما نمیتونید اینا رو تو کتاب مختلف بگردین پیدا کنین. این در گفتگو با مسعود سعد سلمان همه رو جلوی ما میذاره به عنوان موجود زنده. و بعد از این ما کتاب داریم میخونیم آرام آرام متوجه میشیم اصلا کی بوده، اسمش چی بوده، کجا دنیا اومده، پدرش کی بوده، زندگیش چی بوده. من خودم شخصا واقعا خونده بودم اینا رو، واقعا به این روشنی و صراحت نمیدونستم. برای همین وقتی آقای محمد خانی به من فرمودن که میای گفتم حتما.
برای اینکه احساس وظیفه کردم، من خیلی هم وظیفه شناس نیستم، در مورد این کتاب احساس وظیفه کردم، گفتم به نظرم این باید سرمخش، اصلا یک بنیاد، یک روشیه تو ایران که باید سرمخش قرار بگیره. ما خفه شده بگیره از بس میخوندیم فلان کس در تذکره فلان فرموده است، برای این خودنمایی کنه. من خونده بودم دیگه، برای اینکه بگم منم خوندم ها. این تو این کتاب قصد این نیست ایشون بگم من خوندم، میخواد بگه این چی کی بوده. ببینین حبسیاتو خیلی از شما دیدین خوندین، اونقدر قشنگ ایشون تشریح کرده این فضایی که در سطح زندانی که بوده، مثل فیلم جلوی چشم آدمه و چه عذابی کشیدن. و من اصلا نمیدونستم که در اون دوره هم که زنسلول انفرادی بود و من فکر کردم بعدا پیدا شده، بعد هم بندها که کتاب نداشتن با هم دیگه حرف میزدن و اینا رو نوشته و گفته که مثلا همین مسئله نجومی که فرمودین از یکی از همبندی ها شاد گرفته بود، بهرامی بود اسمش، من نمیدونستم. ما خیلی چیزا نمیدونیم، منتها اینا جالبه که اصلا فکر میکنه خونده دیگه. تو از همسلولیش من دیدم که بدبخت های بی خود زندان بودن، علکی از بهرامی نامی که اونجا نشسته بودن با هم دیگه حرف میزدن، این از اون یاد گرفت اونم و خوب شد. و از زندگیش که چطور خانوادش شد و به فقر و فلاکت و این جالبه، ما اینا رو میگرفتن اولشون رو میگرفتن، ما این شهیده بودیم، اما تو این کاملا محسوسه، یعنی میستن که میگرفتن برای اینکه اولشون رو بگیرن. این نکته هم بگم اینجا، الان بعدا دوباره برمیگردیم احتمالا روی سخن. این تاریخ نویسی، هر که تاریخ می‌نویسه از هر دوره‌ای، در واقع تاریخ دوره خودش هم داره می‌نویسه. من یادم از زمان گذشته در دوره پهلوی، این اواخرش به قول بعضی های اطلاع انقلابی پیدا شده بود، یک کسی کتاب نوشته بود در مورد منصور حلاج، انگار در مورد چوگارا نوشته. می‌دونین چرا؟ برای اینکه هر تاریخ هر که می‌نویسه در واقع تاریخ دوره مؤلف هم هست. ایشون تو این کتاب همینجور جلو میره، بعضی نکاتی میره سازن فکر میکنی القاعده است، مثل که در اون دوره از اونه که صحبت میکنه و ایشون آگاهه هم به اون دوره هم به الان، چون نه اینکه ایشون نشستن هم اصلا اهل این مداهنه های احمقانه که بعضی ها میکنه، من بدم هم میاد نیستم، کتاب کتابی که به نظرم باید کتاب درسی بشه، نه این کتابایی که آدم میخونه مسعود سعدی نفرت پیدا میکنه که دنیا به ما چه آخه. اما وقتی میبینه که نه، این به عنوان یک موجود زنده برابر نشسته، این اتفاقاتی براش میفته که برای تو هم ممکنه بیفته، که میفته، اون موقع جالب و جذاب میشه. خب از این نظر این کتاب خیلی جالبه. بعد یکی از کارهایی که ایشون میکنه در این کتاب، اینجوری نیست که این مصاحبه خشک فنی باشه، مثلا دو جایی که همین الان نگاه میکردم خیلی جالبه. ایشون مثلا میگه که مسعود میگه در مورد یک کاخ صحبت میکنه، من اونا رو نمیکنم، وقت شما نمیگیرم. ایشون میپرسی این همون کاخی نیست که یک هیئت باستانشناسی ایتالیایی بقایای آن را در حوالی غزنه پیدا کرد؟ مسعود سلمان میگه ای بقایای آن پیدا شد؟ خب زنده میشی بس. بعد ایشون میگه بله حدود نیم قرن اطلاعات داره میده، اما نه مسموع. میگه بله حدود نیم قرن پیش پیدا شد در حوالی غزنه نزدیک یک فلان اینا، و بعد مشخصاتونو کاملا میده. این میگه من اطلاعی نداشتم چنین چیزی رو. نیست گفتگو زنده هست. به مرور آدم میفهمی که این، من قبلا میخوندم فکر میکردم این زندان ها گم شدن دیگه، توی ناوی و دهک و یه چیز در رویاها بوده لابد. بعدشون اینجوری که نوشت فهمیدم انا هست فلان جا. آن ملا رو بره ببینه چجوریه این داستانش. کتاب من زیادتر وقت شما رو نمیگیرم، نکات دیگری هم هست میل دارم بگم، منتها اهمیت ویژه این کتاب برای من داشت، ویژهش رو عرض میکنم. با اطلاعات وسیعی که ایشون در عرصه کاری که انجام دادن داشتن، یک مسئله مرده رو زنده کردن، امروزی کردن و روشن کردن و ما رو میتونن آشتی بدن با ادبیات کهن ما که ما به حق دیگه علاقمند نیستیم بخونیم.
مگر که آشنا شده باشیم. خب الان فرق میکنه، من الان دیگه میخونم فریاد رسیدم ای مسلمانان از بحر خدای، اگر مسلمانم یه وجود دیگری از این شعر است که منو تحت تاثیر قرار میده. یک عاملش این بوده که عرض کردم که آشتی داده، دو این که تسلط ایشون بر این کار واقعا خیره کننده است بر کاری که میکنن. و نکات دیگری هم هست که اگه فرصت شد خدمت شما میگم، اما اجالتاً به همین بسنده میکنم وقت زیادی نگیرم از شما. آقای لنگرودی، شمس لنگرودی، من یه جایی بعد از انتشار این کتاب خوندم آقای عبدالنجار که آقای مسعود سلمان گلایه کرده که شما دو جلسه ایشون دعوت کردین، نه چایی نه یه آبی، همینجور گفت هیچ اثری از پذیرایی در این کتاب نبود. این گله رو حالا بعدم بعد پاسخ بدیم. شوخی از آقای دکتر محبتی میخوایم که چون خودشون استاد زبان عربیات فارسی هستن، مسعود سعد سلمان هم تو دانشگاه درس دادن، ببینیم که این نوع کتاب چه جایگاهی بین دانشگاه و بیرون دانشگاهی داره و چه کارهای جدیدی در این کتاب شده راجع به یک شاعر. آقای دکتر محبتی بفهم. بنابراین خدا سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم و به ویژه خوشحالی خودم رو اعلام می‌کنم از دیدار جناب آقای شمس لنگرودی، که من آثار ایشون رو بارها و به ویژه شعرهای زیباشون رو خوندم و اون کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو و حقی که از کتاب‌های جریانساز ادبیات ما بود که خیلی روشنگر بود در شناساندن شعرهای معاصر شعر ما. و خوشحالم از اینکه این کتاب گفتگو با مسعود سعد سلمان رو امروز رونمایی در واقع شناسنامه‌ای داریم ازش میکنیم که خودش یک تولد جدیدی است در حیطه مطالعات ادبی. منتها قبل از اون که از آقای محمد خانی هم خیلی تشکر میکنم که در این قربت نوین ادبیات فارسی باعث بانی واقعا شناسوندن ادبیات از منظرهای مختلف به نسلهای مختلف هستند، که در تاریخ فردای ما شهر کتاب و این جلسات قطعا جای خوبی رو در پیشانی بحثهای ادبی ما خواهد داشت. قبل از اون که به خود کتاب پردازم، مقدمه‌ای رو در باب جایگاه در حقیقت این کتاب من عرض می‌کنم و بعد وارد بحث می‌شم. بعد از مشروطه، اگر ما در مجموعه مطالعات مربوط به ادبیات فارسی رو بخوایم تقسیم بندی بکنیم، کلن به سه روش یا سه متد برخورد میکنیم که هر سه روش هم لازمه و هم در حقیقت ضروری برای شناختن و شناساندن ادبیات به عنوان مهمترین بخش فرهنگی و در حقیقت مادر هویت فرهنگی ما. ما به هر حال جهان رو در گذشته با شمشیر و تیر نگرفتیم، بیشتر با همین شعر حافظ و فردوسی و مولانا بود که سلطه فرهنگی خودمون رو نه به معنی سلطه‌گری و امپریالیستیش، بلکه به معنی دادن میوه‌های نو به بشریت و چشوندن طعم شیرین معنویت و آزادی درونی اونها رو به سمت خودمون کشوندیم. و امروز هم باز اگر بخوایم به جهان میوهی بدیم، میوهی شیرین تر از این ادبیات با همه ابعاد و اجزایش نخواهیم داشت. بعد از مشروطه، با آشنا شدن در واقع محققین ما با روش های جدید در اروپا، نهضتی به نام تصحیح متون آغاز شد که پیشگامش استاد علامه محمد قزوینی بود و روش نوینی رو در اینکه ادبیات فارسی رو کشف کنیم به شاگردانش و شاگردان با واسطش آموختند و یک نهضت تقریبا سراسری در بین ادبای ما برقرار شد که ما متون گذشته رو بر اساس روش‌های جدید تصحیح بکنیم، که بر همین مبنا و با حمایت‌های اولیه ادوارد براون، حالا به هر انگیزه و غرضی که بود، این کتاب‌ها تا حدود زیادی تصحیح شد.
نسل دوم و سومی که در حقیقت بعد از قزوینی و فروزانفر و تقی‌زاده‌ها و بقیه اومدن دیگه تصحیح متن رو یه مقدار جلوتر اومدن و به توضیح و توشیح و در حقیقت شرح و تعلیق اون آثار تصحیح شده پرداختن که نسل در واقع پیر ادبیات امروز ماست، یعنی کسانی که کتابای تصحیح شده رو در واقع شرح و توضیح میدن. تا الان همونطور که اشاره کردن ما با یک در حقیقت بحران جدید دوباره باز مواجهیم که نه نسل جدید ما اون شرح و توضیح ها رو برمیتابد و نه اون تصحیح شده ها رو میخونه، ضمن این که هم تصحیح مجدد اونها لازمه و هم شرح و توضیح اونها، ولی اقبالی در جامعه و جامعه ادبی ما نسبت به اون متون نیست. بنابراین باید به فکر چاره‌ای باشیم که ادبیات ما موزه‌نشین نشه، ادبیات فاخر و پربرگوار ما به سمت کهنگی و فراموشی نره. خب چه کار باید بکنیم که ادبیات با نسلی که کارش ادبی نیست، یعنی در دانشگاه ملزم به خوندن ادبیات نیست ولی اون میراث رو علاقه داره، به این کتاب ها رو بیاره و اونها رو بخونه. روش های بسیاری رو در دنیا ابداع کردن که نسل جدید به ویژه نسل جوان با میراث گذشته آشنا بشن، که این روش ها یکیش همین در واقع دور زدن نویسنده یا سیمپلیفاید کردن متون و امثال این هاست که آغازیست بر این نوع مطالعات، که البته این کتاب از این در این که نو هست و حرفای تازهی داره، ولی اولین کتاب از این منظر نسبت به ادبیات گذشته نیست. کتاب های دیگه هم نوشتن، مثلا در به صورت نمایشنامه، به صورت گفتگوی خیالی، به صورت دیالوگ در حقیقت تاریخی، ولی ویژگی این کتاب اینه که در عین این که فانتزی و تخیلیه بسیار مستند و مستدل. این ویژگی منحصر به فرد این کتابه که در عین این که فضا رو برای تخیل آزاد و در حقیقت مرگ مؤلف آماده میکنه، که البته مرگ مؤلف خب مقوله قابل بحثیه، آیا اصلا قبول هست نیست و اونها، و اینجا البته مؤلف رو زنده کرده به یک معنا، ولی در از نظر متدولوژیک تو نقد ادبی تو همون وادی که در حقیقت حرفای خودش رو نویسنده میزنه نه حرفای اون شاعر رو، مگر اینکه جایی که به تفاهم و اشتراک برسن. به همین خاطر تولد این کتاب محادثه مبارکیه برای آغاز بحث‌های تازه‌ای در ادبیات فارسی، که ما در واقع نسل‌های جدید و کسانی که علاقمندند با این مباحث رو از اون ترسناکی، از اون حالت هیبتی که بحث‌های گذشته داره در بیاریم و بگیم نه، اینها موجوداتی بودند با این مسائل، با این افکار، با این زندگی‌ها، و شاید بسیاری از حرف‌ها و بحث‌هاشون برای ما امروز هنوز تازه است. یک چیز مرده نیستند اینها که به عنوان بخشی از میراث بخونیم. حرف امروز هنوز به قول شاملو، یعنی حرفی که هنوز ما ازش در نیومدیم. این اهمیت بر واقع خاص این کتاب. اما از نظر متدولوژی اینجا یک مقدار تأمل لازم داره این نوع این بحث ها، و مهمترین نکته‌ای که در اینجا باید بهش اشاره کرد اینی که شعر آیا میتونه ابزار واقع نمایی باشه یا خیر. یعنی مثلا ما شعر مسعود سعد سلمان رو میخونیم، تا چقدر مطمئن میتونیم بشیم که اون داره تخیل خودش رو میگه یا واقعیتی که رخ داده؟ ببینید بین شعر به عنوان واقعیت راوی واقعیت و شعر به عنوان بیان مافز زمین و تخیلات مرز باریکیه، که عدم توجه به این شاید ما رو در تنگنا قرار بده. ما اینجا مثلا مسعود سعد رو میخوریم که شخصی به هزار غم گرفتارم. خب واقعا این داره حقیقت رو میگه، هزار تا غم گرفتار هست، یا داره برای ما مبالغه میکنه که گرفتاری دارم، یا اصلا همچی چیزی نیست، داره برای خودش درد دل میکنه. مثلا کسی به شما زنگ میزنه میگه چطور، میگه مردم. بدبخت. مردم یعنی چی؟ یعنی واقعا مردی؟ یعنی مشکل داری؟ یا اینکه ناراضی از این اوضاع؟
مرز این که ما بتونیم شعر رو از واقع نمایی و تخیل جدا بکنیم مرز بسیار باریکیه که هنوز مبانی نظریش در فرهنگ ما خیلی روشن نشده. از یک طرف مثلا نظامی گنجوی میفرمایند که مثلا در شعر مپیچ و در فن او، چون اکذب اوست احسن او. شعر هرچی که از واقعیت گزارش واقعیت دورتر باشه قشنگتره، یعنی بیان واقع نباشه. از طرف دیگه هم خب از فرهنگ ما شدیداً پیوند خورده با شاعرانگی، یعنی روایت در حقیقت از طریق شاعرانگی به ما منتقل شده و این دوتا ضد هم دیگن. خب دقت بفرمایید، یعنی ما در روایت چیکار میکنیم؟ از درون به سمت بیرون حرکت میکنیم، میخوایم در حقیقت اون چه که در بیرون رخ داده به مخاطب برسونیم. در شاعرانگی برعکس، از درون به بیرون حرکت میکنیم، میخوایم چیزایی که در خودمون رخ داده به مخاطب برسونیم. حالا اگر شعر ابزار واقعیت بشه، باید یکی از این دو حادثه رخ بده، یا اون نقش روایتگریش از بین بره یا نقش در حقیقت فرانمایی درون. و این حادثه ایست که در ادبیات ما رخ داده، اما ما همیشه از کتابهای گذشته ادبیمون واقعیت رو درک میکنیم. بعضیا قائل میشن که نه آقا، نظم با شعر متفاوته. نظم اونیه که میتونه روایت بشه، ابزار روایت بشه، روایت بکنه بیرون رو، ولی شعر اونیه که رو به درون داره. در حالی که این تقسیم بندی ها فقط تقسیمه، یعنی چیزی واقعی رو به ما نمیرسونه. سارت در یک تقسیم بندی بسیار دقیقی میگفت که شعر مثل رقصیدن، نثر مثل رفتن. یعنی شعر معطوف به درونه که رقاص هدف نداره از رقصیدن، از حرکت پاهاش، فقط میخواد زیبایی ایجاد بکنه، ولی رونده هدف داره قامهاش. آیا شعر میتونه مانند نثر به بیو سمت بیرون حرکت کنه و گزارشگر واقعیت عصر خودش باشه؟ آیا وقتی که مثلا مسعود سعد سلمان میگه که این من با خاکستر دارم مینویسم، دفتر همه خاکستره، در بخشی که آقای عبدالنجاد هم به تفصیل بررسی کردن، میگه من دفتر ندارم تو زندان، شعرام رو خاکستر مینویسم، بعد الان کلی از شعرام از بین رفته چون خاکستر ها، مثلا این گزارش واقع یا فقط اون خود تصویر زیباست که این رو به ما منتقل بکنه؟ حالا ممکنه سه بیتم روی خاکستر نوشته باشه، ولی مگه خاکستر، اگه بخوایم منطقی بحث بکنیم و ببینیم شعر میتونه ابزار انتقال واقعیت باشه یا خیر، یا فقط حادثه درونیست که در ذهن ما رخ میده، مگه اون یک سلول انفرادی مسعود سعد چقدر خاکستر داشته که این دیوانش رو میخواد بنویسه یا یک قصیدهش رو مثلا یا فلان و فلان؟ منظورم این خاکستر نیست. آیا با تأمل بکنیم که چه مقدار خوب شعر ابزار روایت واقعیت باشه، چه مقدار بده؟ به سه دلیل بده. یکی این که شعر اساساً مبتنی بر تخیله، شعر اساساً مبتنی بر وزنه و نظمه، و شعر اساساً مبتنی بر آراستگی زبانیه. هر کدوم از اینها ما رو از واقعیت دور میکنه، یعنی خیال انگیزی، توجه به زیبایی های زبانی و توجه به آراستگی کلام اندک اندک ما رو از واقعیت دور میکنه. و از یک جهت خیلی خوبه، به خاطر اینکه واقعیتی که در این نوع زبان گزارش میشه بسیار برا، پویا و گیراست، و فرهنگ ادبی گذشته ما این نوع روایت رو انتخاب کرده. یعنی الان ما مثلا در گزارش شاهنامه که میخونیم، مثلا سپاه توران اومد و اینجوری و اینجوری و زسم مثل توران در آن پهن دشت، زمین شد چش و آسمان گشت هشت، این فاصله بین واقعیت و خیال رو چجوری باید ما در اینجا طی بکنیم؟ بحثی که در اینجا خیلی میشه ازش در حقیقت استفاده های فراوان کرد از این کتاب، که آیا اینهایی که نویسنده دریافته اون واقعیتی است که در تاریخ رخ داده، ذهنیتی است که مسعود سعد سلمان بون گرفتار بوده، یا برداشتایش که نویسنده کرده؟ به هر صورت خیلی زیباست، یعنی چه ابزار واقعیت باشه، چه خیال مسعود سعد، چه برداشت‌های جناب مؤلف، واقعا چیز جدیدی است که به ما منتقل میشه. مثلا حالا من مثالی بزنم، یک بحثی کردن در این که شعر چطور میتونه با گزارش فجیع‌ترین چیزها زیبا باشه. یعنی مثلا
فرض کنید که نمایشنامه حملت رو در نظر بیارید، یک نفری عاشق یکی دیگه شده، بعد رفته شوهرش رو کشته اون زنه، بعد با این ساخت و پاخت کرده، بچه این صحنه رو دیده دیوانه میشه و همه میشتن مثلا نگاه میکنن لذت میبرن. چطور ممکنه آدمهایی از وقوع جنایت خوشحال بشن؟ سوالی که مؤلف از شاعر میکنه، میگه شما چطور با گزارش و جنایت و با گزارش بدترین کارها مردم رو خوشحال میکنید؟ آیا شعر فقط باید زیبا باشه یا واقعیت رو از طریق تلخی زبان رو منتقل بکنه؟ حرفیست که مؤلف داره میزنه. اصلا مسعود سعد سلمان مطلقا هم چیزی نه حالیش میشده نه خیلی در این گرفتار اجزا بوده. قول خودش میگه که من که مسعود سعد سلمانم از هران چه گفتم پشیمانم، جز توبه رای دیگر نمیدارم. یعنی یه چیزایی ما گفتیم مثلا فلان، ولی از این طریق گفتگوی تازه اون مؤلف داره چیکار میشه؟ زنده میشه. این حادثه‌ای که میگم رخ داده در ادبیات امروز ما، همونطور که شمس هم اشاره کردم، باید یه ماده درسی بشه و ادبیات رو از مردگی، از افسردگی و اصلا از خارج شدن، از اوت بودن در بیاره. اینو نگاهایی است که، یعنی برخلاف گفته آقای شمس، من معتقدم که اگر قدمای ما اون تصحیحات رو نمی‌کردن، اون حاشیه‌ها رو نمی‌نوشتن، اکنون آقای عبدالله نژاد نمی‌تونست این برداشت رو بکنه. یعنی هر سه لازم بوده در واقع. همونی که آفریده در وهله اول، نشسته خون و دل خورده در کنج زندان اینا رو گفته، هم محمد قزوینی که مثلا 30 سال چشمش و کمرش رو گذاشته برای اینکه اینا رو این نسخه رو با اون نسخه رو ما مسخره میکنیم، میگیم به قول معروف شریعتی ادبای ما مرض استنساخ دارند، مرض نسخه بینی. ولی او استنساخ خودش یک مرض مبارکی بود که این چرا میگم لازمه. اگر این حرفی که آقای عبدالله نژاد از این کتاب استفاده کردن اول بار به صورت مسلم محمد قزوینی و قزوینی هایی که کتاب رو تصحیح میکنن مسجل نکرده بود که مال مسعود سعد سلمانه، چجوری مؤلف امروز میتونست این رو بفهمه که این مال اونه؟ شاید مال کس دیگه بود. چنان که یک مورد اینجور خطا رخ داده و آقای عبدالله نژاد شعری که مثلا از رودکی است، چون رودکی دیوان مصحح دقیقی نداره، منسوب کردن به مولانا. یعنی مرحوم فروزانفر دیوان شمس مولانا رو، دیوان کبیر رو تصحیح کردن، ولی میدونید که این کتاب تقریبا 25% شعرهای دخیله، قطعا مال مولانا نیست. خب بعد از مرگ فروزانفر هم کسی همت نکرده بیاد دیوان شمس رو تصحیح بکنه با اون در حقیقت وقتی که میخواد و اون حجمی که داره اون کتاب. الان میبینیم که شعرهایی که مال دیگران هست در این کتاب به نام مولانا ثبت شده و هر کسی هم که اون دیوان شمس رو میخونه میگه بله ببینید مولانا اینجوری گفته، حالا که اصلا این شعر مال مولانا نیست. یعنی میخوام بگم اهمیت تصحیح کتاب که ما ثابت کنیم به دلایل علمی و تاریخی و فلان چیزی کمتر از برداشت‌های مؤلف نیست. یعنی اول باید ثبت الارض سمن قش، اول خونه رو باید ثابت کنیم که این مال اینه، بعد حالا هر برداشتی که اونا کارش رو انجام دادن تا حدودی، نسل دوم انجام داده، ولی نسل سوم که ماها باشیم در واقع داریم دور خودمون میچرخیم که آیا بریم به سمت تصحیح متون، که الان دانشگاه همون تصحیح به این سمت گرایش پیدا کرده. یعنی پردرآمدترین حالت در حقیقت چاپ کتاب شده تصحیح کتاب هایی که یه چسب و قیچی و یه مقدار مثلا چه، در حالی که واقعا کار سختیه این. و بعد شرح و توضیح کتاب، که این کتاب در حقیقت گشایش راهی است که ما ادبیات رو بیایم از این منظر سوم ببینیم، حرفای خودمون رو از طریق نقدهای جدید، نگاه‌های جدید به خواننده منتقل بکنیم، که این خیلی خیلی میتونه کارگشا باشه. مسئله سوم، چون وقت کمه، منم در حضور استاد و جناب عبدالله نژاد هستم و آقای محمد خانی، خیلی نمیخوام شما رو خسته بکنم، ترفندی که مؤلف کار برده خیلی قشنگه. یعنی بعضی اوقات شما میبینید که از آدورنو بارت یک بحثی به وجود میون میاد، مسعود سعد سلمان رو درگیرش میکنه، خودش هم در اون وسط حرف میزنه. به عنوان مثال آیا صورت قصیده ارتباطی با ساختار اجتماعی ما داره یا نه؟ یعنی چرا در بحرهی از تاریخ اجتماعی ما قصیده میشه قالب اصلی و حکم میراند بر کلیت فرهنگی ما،
بعد از مدتی قصیده میره کنار، غزل جاش رو میگیره. چه رابطه این تسلط فرما با تحولات تاریخ اجتماعی ما داره؟ چیزی که تقریبا کمتر مطرح شده و خود من هم تو کتاب از معنا تا صورت یه 20 صفحه در این زمینه نوشتم. نمیدونم جناب عبدالنجاد دیدن اونجا رو یا اینکه اونلا کتاب رو خیلی لایق ندونستن که بخونند، یا مثلا برای اونجا وارد این بحث شدیم ما که اینجا میاد مسعود سعد سلمان رو درگیر میکنه، میگه تو ساختار قصیدت آیا به درک و فهم زمانت ربطی داری یا نه؟ آیا تفکر جزمی، این تحکم هایی که در عقاید شما هست، ربطی به ساختار متسلب قصیده نداره؟ که فکر میکنن طبقات بسته است، یه خدای اون بالاست و همینطور بره تا پایین و طبقات اجتماعی بر همین اساس شکل گرفتن، که تجلی این نگاه خودش رو در صورت قصیده نشون میده. مطالعاتی که در روسیه و در اروپا خیلی دنبالدار داره ادامه پیدا میکنه و یک ایرانی هم در آمریکا این رو به صورت یک تز دکتری در آورده. یعنی اول بار داره این بحثا اینجا مطرح میشه. حرفی از یک منتقد بزرگ مثل آدورنو نمیاد، فیلسوف، بعد خودش و مسعود سعد هم درگیر میکنه که ما میتونیم در واقع تحولات اجتماعی خودمون رو هم از طریق فرم شعرها به خواننده منتقل بکنیم. الان چرا فرم اینقدر متشتته؟ الان که زمانه نوئه و این همه شاعر و نویسنده اینا ما داریم، چرا اینقدر تشتت فرم هست؟ آیا ربطی به گسیختگی فکری الان مردم ما نداره؟ چرا هیچ شکلی غالب نمیشه؟ علی‌رغم این که همه شاعران دنبال فرمند، داستان‌نویسا دنبال فرمند، چرا هیچ فرمی بقیه رو نمیتونه کنار بزنه؟ آیا این نیستش که مثلا برای این که الان ما اون ذهنیت جزمندیش گذشته رو دیگه نداریم، هر شاعر خودش یک دنیاست، یک مرکز هر خانی برای خودش و امثال اونو. اینا بحثاییه که در این کتاب برای اولین بار مطرح میشه و خیلی ارزشمنده. در بعضی جاها در واقع شعرا رو با هم دیگه درگیر میکنه، میگه مثلا این مسعود سعد سلمان شاملو این شعر تو رو دیده، این برداشت رو کرده، تو موافقی با این برداشت که شاملو کرده؟ مثلا چون شاملو به هر حال بیشتر تو حال و هوای انقلابی و مثلا تضاد و مخالفت و ایناست، و این مسعود هم به هر حال شاعر زندانی است، ببری زبان شاه که خود زندانی بودن یک فضیلت اصلا، حالا هر کی میخواد باشه، همین که زندانی است این خوبه. بعد مسعود سعد هم زندانی است، بعد میخواد ارتباط برقرار کنه که خب تو هم زندانی، من هم زندانی، بیا تا حرفای بزنیم که من دانم و تو دانی. بعد میگه که شاملو همچی برداشت رو کرده، تو موافقی باش؟ یا مثلا اخوان، اونجا که یک شعر آنگاه پس از تندری داره اخوان که خیلی معروفه، همچین شعری هم مسعود سعد سلمان داره که میگه من شطرنج بازی میکردم، بعد دیدم در صفحه شطرنج هم شاهی وجود نداره. همون که اخوان بسیار زیبان رو مطرح کرده، با خانومش داره شطرنج بازی میکنه در یک حالت طوفانی هوا و بد و اینا، بعد میبینه این شطرنج اصلا شاهی درش نیست، عمق پوچی و پوسیدگی بازی زندگی رو اخوان از این طریق. اینجا محادثه‌ای برقرار میکنه مؤلف بین اخوان، مسعود سعد سلمان و خواننده‌ای که داره الان رو میبینه. آیا این بازی زندگی من صفحه شطرنجی بدون شاه نیست که منم دارم فکر میکنم بازی میکنم؟ اینها حرفای جدیدی که در این کتاب هست و واقعا اول بار داره مطرح میشه. و نکته های دیگه هم هست، فقط وقت من کمه. من یک سری اشکالات هم داره که خب اونا رو من ترجیح میدم به خودشون بعدا بدم، که این نکته ها رو که خیلی وقت جلسه رو نگیره. مثلا فرض فرمایید که عنصری رو مطرح کردن برای اولین بار. عنصری رو به عنوان یک شاعر نباید فقط دیدش. عنصری نقشش در تاریخ فرهنگ ما یعنی دستگاه ممیزی به علاوه دستگاه نوع جاسوسی به علاوه یه نوع ارشاد همه شاعرهایی که میخوان وارد دربار بشن. شخصیت عنصری فقط یک شاعر نیست در فرهنگ گذشته ما، یک شخصیت مخوفیه در واقع که هر کسی که یه مقدار انحراف از دیدگاه‌های محمودی داشته باشه حذف میشه، یه مقدار مثلا شعرش نامتناسب باشه با اون عمومی اندیشه حذف میشه، و امثال مثلا منوچهری اینا که میلرزدن واقعا اون قصاید مثلا
آنچنانی رو در مدح عنصری میگفتن که استاد استادان زمانه عنصری، اون حالتاش رو در اینجا بهش پرداخته شده، ولی اون نقشی که عنصری میتونست به هر حال در جهت‌دهی افکار جدید داشته باشه میتونست بیشتر به هر حال مطرح بشه، که باز ما تو اون کتاب از معنا تا صورت و سیمرغ در جستجوی قاف به نقص عنصری در 50 60 صفحه اشاره کردیم که دوستانی که مایلن میتونن اونها رو بخونن. مثل در حال عدم توجه به نقش ناصر خسرو، ناصر خسرو خیلی مظلوم واقع شده در تاریخ ادبیات ما به دلایل فراوان، که یکیش مثلا سلطه دادن صنایع است بر به نفع ناصر خسرو. یعنی دقت بکنید حکومت های ما از قرن ششم بعد همه اهل سنتن تقریبا، از قرن دهم که شیعه میشن شیعه صفوی شیعه دوازده امامی هن. این آقا شیعه هفت امامی است. یعنی از قرن پنجم عملا ناصر خسرو به سمت حذف پیش میره، حذف شده اصلا، مثل شاهنامه در جهات دیگه. و میتونست این کتاب در حقیقت یا میتوند الله بعدا ان شاء الله یه مقدار نقش ناصر خسرو رو از جهت ایجاد فرهنگ مقاومت، ایجاد فرهنگ انقلابی، سلطه مسائل اخلاقی که یک عمر وایستاد و یک شاعر منحصر به فردیه در واقع، که بر از اون جهت میتونن بیشتر اونها رو توجه بکنن. آوردن نام کتاب‌های بزرگانی که مثلا از شعر مسعود سعد سلمان چیز گرفتن، الگو گرفتن، خودش از کار قشنگ کتابه. مثلا نجف دریابندری از ویلکاپی کتابی رو ترجمه کرده به نام چنین کنند بزرگان. بعد جناب آقای عبدالنژاد نام رو میدونید که این کتاب بسیار طنزآمیز و خنده‌داره، اگر وقت کردید حتما بخونید که دلتون باز بشه. چنین کنند بزرگان پشت پرده های کارهای بزرگان رو اونجا باز کرده که به تلمیح بسیار کوچیک و زیبا اینها رو اشاره کردن. اما یک نکته دیگری که من در حضور آقای شمس می‌خواستم مطرح بکنم اینی که از نیما نامی نبردن، در حالی که نیما دو سه بار شعر مسعود سعد سلمان رو یاد میکنه. من چون آقای شمس هم حضور دارم بد نمیدارم که دغدغه خودم رو مطرح کنم، یه فهمی هم یه لذتی هم ما از این مسئله ببریم. در سال 1309 دکتر پرویز ناتل خانلری نام که بچه دبیرستانی بوده، دقیقا دبیرستانی بوده، نامه می نویسه به نیما، نیما یوشیش یا اون زمان نیمای نوری یا علی اسفندیاری، و گله میکنه اینجوری: ای یار عزیز برتر از جانم، استاد سخنور سخندانم، دیریست که دورم از تو، تو و زین غم، پیوسته ز بخت شوم نالانم. میدونید که این به اقتفاء قصیده معروف مسعود سعد سلمانیه که چی؟ که آره از کرده خیشتن پشیمانم، جز توبه ره دگر نمیدانم. این قصیده خیلی معروفه. ناتل خانلری بر اساس استاد مرحوم ناتل خانلری بر اساس این شعر مسعود سعد سلمان در بچه خوشذوق قویه که با نیما خیشاونده، هر دو شمالی هن، اون داره در دبیرستان درس میخونه، نیما در آستاراست به عنوان یک معلم تقریبا منزوی، یک معلمی که جمع خیلی قبولش نداره به خاطر افکار نویش، حرفای جدیدش، و منزویش کردن. بعد میگه که خیلی حرف میزنه خانلری، آخرش میگه که افکنده سپهر سرکش بدخوی، در محبس مدرسه به زندانم. نامیست فضای این سراگویی، نای است ببخشید، نای است فضای این سرا، زندان نای، که مسعود سعد سلمان سخت‌ترین دورانش رو در زندان نای گذرونده. میدونید دیگه که اون انفرادی ها و شکنجه ها و فلان تو اون زندان نای برایشون پیش اومده. من بنده آن چپور سلمانم. نیما جواب میده بهش. این جواب نیما به نظر من بخشی از مهمترین وضعیت تاریخ معاصر ما رو در خودش جا داده. چیزی که در کتاب استاد شمس هم بهش اشاره من ندیدم، حالا شاید من ذهنم اشتباه میکنه، که نیما رو ببینید چه تصوری از زمانه خودش داشته، چقدر این مرد رو فشار آوردن، روش تنهاش کردن، بیچارهش کردن، و چه حالتی پیدا کرده نسبت به ادبیات کلاسیک، که چون بحث مسعود سعد سلمان من چند بیتش رو میخونم. نیما در 29 اسفند 1310 از آستارا
به خانلری این نامه منظوم می‌نویسه که در صفحه 182 کتاب ماه در مردابش چاپ شده. چاپ معین اگر اشتباه نکنم انتشارات معین 1377. نیما حدود 120 بیت این قصیدش. من فقط چند بیت رو میخورم که تصوری از وضعیت دست دوستان بیاد. ای دور ز دیده من ای ناتل، باید که به وجه خط تو خانم. خط تو در آن زمان به من آمد، کندوخ فسرده بود بنیانم. از کشمکش حوادث گیتی، سر بود به فکر در گریبانم. در دوره توضیح میده که اوضاع چجوریه، بعد میرسیم به اینجا. در دوره خون و نهضت و آتش، ننگ از شدن چفور سلوانم. میگه من از در این زمانی که دنیا از سیر جنگ و این اوضاع جدید، دیگه بعدم میاد مثل مسعود سعد سلمان بشم و یک شاعر بشم مثل مسعوده که تو میخوای بشی. چرا باید به قوای علمی عصری، از هرچه که تازه تر از آن خانم. من شاعر مردمی دگر هستم، و از بین همه دگر دگرسانم. من آتش جسته از تن قرنم. دقت کن نیما برای خودش میگه من آتش جسته از تن قرنم، بیرون شده از دل کوهستانم. در معرکه حیات چوپانان، بز راندم و کنون جهان رانم. و بسیار از خودش تعریف میکنم نیما، واقعا طوری که آدم میگه دیگه چه خبره، مثلا من اینم فلان و فلان، بعد دشمن رو چنون نشان میکنم، دشمن اینجوری میکنه، از من میخواد که در پیش بخواندم پی تحسین. میگه نیما تو هم بیا قصیده مدحی بگو حالا برای اوضاع زمانه. در پیش بخواندم پی تحسین، عنوان دهدم که پور سلمانم. به منم میگه توی شاعر مثل گذشته ها درست حسابی بشی، و من قبول نمی کنم و مدافع خلاصه مظلومان هستم و این مدرسه و دانشگاه اینا چیزای به درد نخوریه. اسباب عدوست ای عزیز من، آنها که تو خانده ای و من دانم. این مدرسه است آلت دزدان، هرچند که گوید این آن اینم و آنم. و خلاصه خانلری تشویق میکنه به فرار از مدرسه، که فرار کن چی نگه حرف اینا، همشون کهنند و به درد نخورن و اصلا برای دفن خوبند. و اینجا ننگی نه از این بتر که یک کودک، گوید که من از فلان دوستانم. از گردن خود فرو گسل این بند، من قوه فهم تو نکو دانم. و امروز منم که در همه ایران، آگاه به دردهای ایرانم. در اینا راست میگه واقعا، یعنی شاید کمتر کسی مثل سینما اشراف عقابواری بر دردها و مشکلات مردم ایران داشته باشه. و واقعا راهی هم که آغاز کرد حیات بخش بود، نجات بخش بود بر ایران. ولی اینجاش ما با نیما مشکل داریم. چرا اینجوری؟ دقت کنید. در دست من است نامه عصری، هر نوع که خواهمش بپیچانم. نه عنصریم نه فردوسی، کدوم آدم آگاهی با گذشته خودش این کار رو میکنه؟ نه عنصریم نه فردوسی، نه فرخیم نه پور سلمانم. دزدن تمام رفتگان، نو من بدخواه اساس قید دزدانم. دزدان دیگر و پشت آن دزدان، این مشت سخنوران که من دانم. زندان من این جهاد پر درد است، زندان من این جهان پر درد است. اندوه من آن که بین آنانم. میگه اگر تو زندان مدرسه ای، محسوس از زندان نای بود، من اصلا این جهان زندانم، مخصوصا این اطرافیام که بیچاره کردم من رو. و خلاصه من نیمای تازه هستم و چنین چنان. اینجاش باز مثلا آره، صد عنصری و هزار فردوسی. من عذر میخوام اینو میخونم واقعا برای که این مقدار فکر کنیم که آیا نفی سنت و ضرب زدن بر بنیاد سنت چیز رو عوض خواهد کرد، یا یه عده به هر حال چشم بسته طرفدار، عده چشم بسته مخالفن. ما طرفدار دیدگاه انتقادی هستیم. یعنی نیما خیلی زحمت کشید، بقول مخوان مردی بود مردستان، کارهای خودش رو کرد در اون زمانی که باید باشه، ولی اون چه که دعوت میکنه نه. صد عنصری هزار فردوسی، حضور میخوام، مشتی خر عصر را نمایانم. از چیز که لب روی هم بسته، زین معرکه دور گشته پنهانم. چرا منو منزوی کردند اینها، این مشت دزدان فلان و فلان؟ مانند عقاب لانه‌ام بالا،
مردود پرندگان دگرسانم، جز رنگ برنگ فطرت تازه، فکرت تازه هرگز به وساق نیست مهمانم. آنقدر دیگه تمومش میکنم، آنقدر مسوده نهادستم کشور سر دوش هم نتوانم. یعنی میگه شعرهای من اینجوری. خب اقتفا به مسعود سعد سلمان درسته شایسته نیما نبود، اما میشه از همین منظر هم بحث امروز رو دنبال کرد. آیا واقعا ما نمیتونیم هم نیما رو داشته باشیم به عنوان یکی از سبکای شعر معاصر فارسی و هم فردوسی و هم مثلا نظامی بقیه رو؟ این چه تفکریه در فرهنگ ما که میگیم یا نیما یا کلاسیک؟ باز اخیراً یک شاعر معروفی کتاب بر ضد نیما نوشته که آقا این اصلا نه سواد داره نه فهم داره نه فلان. یه استاد تو دانشگاه سوال داده که دلایل خیانت نیما رو فرهنگ ایرانی بگید. یعنی اصلا این چه، من اینا رو مطرح کردم میذاره فکر بکنیم که لزومی نداره که ما اگر میخوایم سنت رو اثبات بکنیم حتما سنت دیگری رو نفی بکنیم. اینها میتونن هر کدوم درختی از این باغ تناور فرهنگ و ادب ما باشن، به ویژه با نگاهایی که از جدیدن آغاز شده و خود ما هم کتاب زیری چاپ داریم که انشاءالله به همت آقای محمدخانی و جناب آقای سهروانی تا یکی دو ماه دیگه در بیاد. منتها مال ما بیشتر حالت رمان رو داره و همین مسائل، ولی از نگاه رمان و در حقیقت دراماتیک. خیلی متشکرم و ممنونم که گوش دادید. خیلی ممنون از آقای دکتر محبتی. یه دو سه تا نکته رو که آقای دکتر محبتی ترک کردن، شاید یعنی بحثی درباره این نوع زندگی نامه نویسی بر اساس شعر باشه، اون این که مرز شعر و خیال کجاست و واقعیت، آیا میتونیم بر اساس شعرهای شاعران وضعیت زندگیشون و تاریخشون و دورانشون رو نوشت، چقدر واقعیت داره و چقدر خیاله. و اون نکته دومی که مطرح کردن که خب البته طبیعیه که حالا بعضی ها این را پسندن بعضی ها آن را پسندن، شرایط مختلفی داره، ولی ما مجموعه فرهنگ ایران را هم طول این فرهنگ و هم عرض این فرهنگ رو میخواییم بحث بکنیم. اگر آقای لنگرودی نکاتی دارن بفرمایم، بعد اگر دوستان پرسشی دارن تر نکته خاصی نیست. خدمت شما عرض کنم، خواستم با آقای عبدالله نژاد دوباره دستمنیزاد بگم، بگم دستون در نکنه و واقعا اگه براشون مقدور باشه، بله توضیح دادن درباره این شاعرایی که بیشتر مورد کنجکاوی مثل سعدی، بعضی ها میگن سفر اصلا نرفته، بعضی ها میگن سفر رفته. حالا اینا رو زودتر در بیاره ما بخوریم کیف کنیم بهتره. اول سعدی و حافظ و اینایی که خیلی مشهور، خیام، و بعدم دیگه وقتمون به عنصری اینا میرسیم دیگه. حالا کسی دیگه، یه نکته این بوده که میخواستم عرض کنم که برای خودم بود. بعد یک نکته دوست عزیز ما فرمودن، همه نکاتشون عالی بود، من نگفتم که آقای قزوینی یا دیگران این کتاب تصدیق کردن کار بدی کرده، اگه اونا نبودن حرف شما درسته، اصلا ما نمیتونستیم کار کنیم. برای اینکه این همین سعدی که فروغی این همه زحمت کشید اصلا قابل خوندن نیست. باید آقای یوسفی کار میکرد، آقای خرمشاهی باید کار میکردن که ما الان پا رو دراز کنیم بخونیم. واقعا اون چاپ های قدیم آقای الان اسمش رو گفتم، از آقای فروغ اصلا قابل خوندن نیست، برای اینکه از غلط چاپی هم زیاد داره. حالا چی؟ یا همون آقای فروزانفر روایات عظیم مولوی رو زحمت کشیدن، اونقدر غلط چاپی داره. حالا غلط های دیگرش کار نداریم، اینا اصلا قابل خوندن نیست. بقول شما حتما باید که کار کنه تا ما بر اساس اون بتونیم قدم بعدی رو برداریم. من در این مورد جسارتی به اون بزرگان نکردم و نمی کنم. فقط نکته کوچولو درباره شعر، چون دیگه حوزه استفاضی من اینا نبوده، اون یکی هست، عرض کنم که این درسته که نثر همیشه باید یه چیزی بگه، مثل راه رفتنه، ما راه میریم برای که جا برسیم. شعر مثل رقصیدن، نمی رقصه کسی برای که جایی برسه، خود رقص هدفشه، خود رقصیدن عربشه، جایی نمیخواد، یعنی هدف خودشه، راه رفتن وسیله است برای یه جا برسیم، رقصیدن خودش هدفه،
شعر بعد سه تا جریان هست، یکی نثره، یکی نظم، یکی شعره. نثر وسیله است، من تشنه هم میخوام آب بخورم. نظم هم میتونه شعر باشه هم میتونه نثر باشه، توانا و ترک دانا و زدانش دل پیر بودم، ولی نثر وزن داره دیگه. شعر میتونه هم به نثر باشه بعدا هم به نظم باشه. حالا لازم نیست شعر شاملو باشه، ما در ادبیات کهن هم پر شعره. به صحرا شده بود و عشق باریده بود، ولی ایشون مگه عشق هم میباره؟ مگه با منطق روزمره که از اینجور در نمیاد عشق میباره که؟ اما در مورد کتاب ایشون که میخواستم اشاره کنم، ایشون در گفتگو با مسعود سعد سلمان اتفاقا خیلی به این قضیه اشاره میکنم. به مسعود سعد سلمان میگه که خب همچین چیزی درست نبود. گفت بابا این اغراق شاعرانه است. چندین جا ایشون گفتن حواسشون بود آقای عبدالله نژاد، یعنی این اغراق شاعرانه است، شعر این. ببینین من یه مثال بزنم تموم کنم. شعر اینجوری نیست که اصلا رابطه واقعیت نداشته باشه. رابطه شعر و واقعیت، رابطه تصویر چهره است با آینه. یعنی شما این تصویر همونجوری در آینه خلق نمیشه. یک واقعیتی باید باشه تا این اتفاق در تصویر در آینه بیفته. حالا اصلا خیال یعنی تصویری که تو آینه میفته دیگه، تخیل هم اصلا نمیده، یعنی تخیل این تصویری که تو آینه بیفته میگن خیال. حالا این آینه بستگی داره چه دو آینه باشه، آیا ساخت چین باشه، کجلوچ باشه، این از این جهاست که دیگه اون اتفاقات میفته. آینه هرچی هم آینه شفاف و تمیز باشه بازم واقعیت نشون نمیده، برای اینکه شما نگاه میکنین گوش راستتون چپ اونجا. اینم واقعیت، رابطه واقعیت با شعر رابطه واقعیت بیرونی با آینه. یعنی اینجوری نیست که اصلا هیچ رابطه نداشته باشه. بنابراین ایشون میتونن یا ما میتونیم از شعر یه برداشتی بکنیم. حالا میمونه چگونه شعری باشه. با توجه به شعرهای اونها که در واقع قصیده، بیان واقعیت بود بیشتر، بعد تو واقعیت بود که صناعات به کار میبردن. تو نه اینکه مثل شاملو نبود که کوه با نخزین سنگ در پیشانیت آینه بلند است، آدم میگه آ پیشانم آینه میشه. این سراسر شعره. پیشانیت آینه بلند است، تابناک بلند که خواهران هفتگانه در آن مینگرند تا به زیبایی خیش دست یابند. این فرق میکنه با حافظ، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت. این به واقعیت در اشاره میکنه، به غمزه مثل آموز صد مدرس شد. یعنی عرض بنده اینجوری بود که حرفیشون کاملا صحیحه که شعر دروغه. منم تو یک شعری به تصحیح از آقای نظامی گفتم تو همچون شعری که هرچی دروغ میگویی زیباتر میشوی. اون طرف دروغ میگفت، ما اینو گفتیم براش. خدمت عرض کنم این آره، اما این میشه از این قصاید اینها بله این واقعیت ها رو استخراج کرد که آقای عبدالله نژاد هم من برای همین حیرت کردم با چه حوصله و دقتی رفت اینا رو هم از جدا کرد. مثلا من میترسم زیاد بشه، مثلا اونجا میگه که شما مثل که یه عده سعایت شما رو کردن، شما رو بزن دشمنی کردن با شما، شما رو به زندان نختن. به آقای مسعود سعد سلمان میگه، میگه کی مثلا؟ میگه مثلا فلان رازی و مرز اسمش یادم نیست. میگه نه اینا دوتا هم ما میگیم فلان بسیار بسیار به قول معروف یا عمرو زید، گفت اسم آدم نیست. اون موقع میگفتن اینو که آقای رشید یاسمی اشتباه کرد. واقعا منم نمیدونستم، من فکر میکردم اونا این زندان نیختن. یه چیز دیگه هم بگم تموم کنم، اینه که برای من خیلی جالب بود اینا این نکته رو نشون دادن. اون موقع کودتا میکردن و یه در میگرفتن، معلوم شد مسعود سعد سلمان دستش تو کودتا بوده و این تو کتاب ایشون هست. بعد هی می نوشتن که این یه دو دشمنی کردن، بابا کودتا میکردی گرفتن تو دیگه. این هم تو کتاب ایشون متوجه شدم از این نظر. بعد میگه فریاد رسیده به مسلمان ها، خب این کار کردی حالا زندانه دیگه. عرض دیگری ندارم.